نشست علمی روزانه آیت الله العظما طی صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 17 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم لمس کردن و مس عبارات اذان و اقامه فرمودند: لمس کردن و مس عبارات اذان و اقامه بدون وضو خصوصیت ندارد. البته لمس کردن و مس نام خدا از جمله لفظ الله و مانند کلمه الله اکبر در هر جا از جمله اذان و اقامه بدون وضو جایز نیست. معظم الله در ادامه تاکید فرمودند: لذا دلیلی بر عدم جواز لمس کردن و مس عبارات اذان و اقامه وجود ندارد. اما در رابطه با کلمات قرآن کریم در آیه 79 سوره واقعه آمده: لا یمسه الا المطهرون، که جز با دست پاک نمیتوان آن را مس نمود. ایشان در رابطه با حکم لمس کردن و مس اسماء حسنا فرمودند: دست کشیدن بر روی اسماء حسنای خدای عزوجل هم بدون وضو جایز نیست و در این زمینه میان فقها اجماع وجود دارد. اما در غیر از اسماء الهی و کلمات قرآن، حتی نسبت به اسماء معصومین علیهم السلام، برخی از فقها احتیاط وجوبی نمودند و اگرچه از باب احترام مطلوب تر آن است که بدون وضو اسامی معصومی لمس نشود، اما قاعدتاً این یک احتیاط استحبابی است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. اون اسمایی که مسلم نام خدای عز و جل، ولله الاسماء الحسنى، الله الرحمن الرحیم، اونایی که هست یا سند صحیح داشته باشه یا لااقل مقبول باشه، مثل دعای جوشن ظاهرا این دعا مقبوله و قبول بودن در حکم سند صحیحه، مثل روایات مقبولی که فقها مشهور قبول کردن. عرض که نه، غیر اسماء الله الحسنى، غیر نامهای مبارک خدای عز و جل، نام معصومین علیهم السلام، آیا حرامه به وضو دست بزنه؟ جماعتی گفتن حرامه. اما عرض بنده اینه که یک دلیل واضحی نداره، لذا احتیاط استحبابی عرض کرده. بله، اما احتیاط استحبابی، اونم نه وجوبی.